سلام، مطمئنم مثلا شما هم مشکلش پیش اومده که بعضی وقتا ویدیو که میگیرین، حالا بعضی احتمالا ندونین کلا این چیه، ویدیویی که میگیرین استابلایزش کنین، یعنی که اینجوری فارسیش بکنم میشه تثبیت کردن، یعنی ویدیو دیدی که میلرزه، ویدیو میلرزه دور که تکون میدین دارین راه میرین، حالا هر چیز ویدیو یکم میلرزه. یه سری وسیله هستن که شما استابلایزر، حالا مخصوص دوربین که باشه، الان حدودا این استابلایزر مثلا کرین 3 فکر کنم الان دیگه 11 تومانی باشه، خیلی گرونه، نمیصرفه اگه تو دوربین استفاده کنم، نه که فیلم بردار حرفه‌ای هستی مطمئنا باید بگیرم، ولی تو پریمیر هم میشه این کارو انجام داد با یه سری افکت، یکم زمان بره ولی خب به هر حال میشه، یعنی که میشه این کارو کرد. ویدیوتون رو تثبیت میکنه، اگه ویدیوتون یکم میلرزه ویدیو رو برات تثبیت میکنه. خب ببینیم که چه جوری ویدیو رو میتونیم تثبیتش کنیم. من یه ویدیو دارم بالا گرفتم، میتونید اینو ببینید، بریم تثبیت کنیم. خب ببینید، من اینجا یه ویدیو کوتاه دارم، چند ثانیه است؟ 12 ثانیه است. خب ببینید، میخوام اینو ببینید، گوشاشو ببینید، گوشای ویدیو رو که ببینید، میبینید که داره دوربین تکون میخوره. این ویدیو مثلا تعویض رم لپتاپ بود که میتونید از این بالا هم ببینیدش، رم لپتاپمون ارتقا دادم. خب ببینید اینجا یه افکتی داریم به اسم وارپ که سرچ کنید، وارپ استابلایز براتون میاد. اینو بندازید، حالا بذار اول اینو بهتون بگم، ویو وارپ هم که بندازین، اینو معمولا یوتیوبرها استفاده میکنن به عنوان افکت میم. ببینید چیکار میکنه، هم میتونید بیشترش کنین ویوشو، ولی خب ما نمیخوام، آموزش ویو نیست. اینو مثلا میا پلی استیم استفاده میکنن، یا مثلا آریو کیوکسر استفاده میکنن، اینا استفادهشون کردن به عنوان افکت میم، دیدم اینا رو. خب اینجا وارپ استابلایز رو میخوام، یه بار دیگه ویدیو رو ببینین، ببین داره تکون میخوره، میزو که نگاه کنین معلومه. خب الان وارپ استابلایز رو میندازیم، یکم فقط زمان بره، حالا بستگی به قدرت سیستم خودتون داره. اینجا ببینین باید فریم کار کنه، الان 10-12 فریم، 15-20 فریم از 360 فریمش رفته، یعنی 5% حدودا. میگه 2 دقیقه دیگه مونده، چند دقیقه، چند ثانیه بار اینو بهتون نشون میده. اینجا هم که نوشته آنالیز این بکگراند استیپ 1/2. ببینید اینجا اوتو اسکیل که بزنید میگه چی؟ میگه داره استابلایزینگ میشه، میگه تا 150%، یعنی که چون زوم میکنه دیگه، باید زوم کنه که بتونه ویدیوتون رو استابلایز کنه، یعنی ویدیوتون یه جوری ثابت شه. میگه تا 150% حداکثرش، ولی ببینید الان 102% رفت، الان چون ویدیو خیلی لرز داشت، اگه ویدیوتون خیلی لرز داشته 150% براتون زوم میکنه، یعنی خیلی زیاد، اما 102%، یعنی هیچ چیز زیاده نبود. الان ویدیو رو یه بار ببینیم، اینجا البته این گزینه ببینید، یه بار نوشته استابلایز کراپ اوتو اسکیل، یعنی که خودش خودکار برات زوم میکنه. اگه خودکار نذارید فقط بگید استابلایز آنلی کنه، ببینید چیکار میکنه، ببینید ویدیوتون چی میشه. ببینید گوشه ویدیو رو ویدیو خودش ویدیو رو براتون خم میکنه، خودش ویدیو رو براتون، ببینید ویدیو بالا پایین میره از این گوشه اون کنه. خب حالا ولی ما اینو میذاریم روی همون استابلایز کراپ اوتو اسکیل، یعنی که خودش برامون زوم کنه که اون حاشیه‌های دورش معلوم نشه. الان ببینید چقدر ویدیو بهتر شد و استابلایز شده. گوشا رو ببینید چقدر تکونه کمتر شده، تکون خیلی کمتر شده نسبت دفعه قبلی، چون داره زوم میکنه، یعنی که اگه دوربین رو به پایین میاد این ویدیو رو بالا میبره، دوربین رو بالا میره این ویدیو رو پایین میاره، برای اینکه استابلایزش کنه. حالا اونو به صورت خودکار انجام میده، واسه اینکه فریم به فریم بعد این کارو بکنه که خیلی زمان بره. اگه ویدیوتون طولانی باشه، ویدیوی من 12 ثانیه بود، حدوداً 2 دقیقه زمان برد، باز رم سیستم من 12 که انقدر زمان برد. حالا بستگی به قدرت سیستم خودتون هم داره دیگه. 102% واسه منظور تو. اینم آموزش استابلایز کردن بود. این خیلی جالبه واقعا که بتونید ویدیوتون رو استابلایز کنید توی پریمیر. حتی میگم که اگه فیلم بردار حرفه‌ای باشین، حالا واسه گوشیش هم هست بکنم، همین استابلایزر رو واسه گوشی موبایلم هست، اینا هم خیلی کم داره. میگم واسه دوربین دی اس ال آر الان یه کرن 3 بخوایم بگیرین، فکر کنم 12 تومانی شده باشه تا الان، نمیدونم آخرین باری که قیمتش داشتم فکر کنم 8 تومن 8 تومن 9 تومن بود آخرین بار. ولی خب این چیز خیلی خوبیه، اگه ویدیوتون تکون خورده باشه، داشتین راه میرفت میار، اگه راه رفته باشین و ویدیوتون خیلی تکون خورده باشه، حدودا میگه ماکسیمم شما میتونید براش تعیین کنید که مثلا تا 50% زوم کن، 50% احتمال داره زوم کنه چون ویدیوتون خیلی تکون میخوره. مثلا وقتی هست که زوم میکنین با دوربینتون زوم میکنین روی جای، خب وقتی زوم میکنین اون تکون خوردن یا همون ویوه به قول اینجا که یه افکت دیگه هم داریم، اون ویوه یکم بیشتر میشه، چون زوم میکنین ویوه یکم خیلی بیشتر میشه و واسه همین میتونین از استابلایز استفاده کنین که خیلی نتیجه بهتری بهتون میده.
اینم ویدیوی امروز بود، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه هر سوالی داشتین بپرسین تو کامنت ها، سعی می‌کنم بهتون کمک کنم. و مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. خدا نگهدار.